سلام و درود خدمت تک تک شما بزرگواران و عزیزان دل. بسیار بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما بزرگواران هستم. من محمد خدابخش هستم از نشریه سرامیک و ساختمان. خدمت دوستان بزرگواری که ما را همراهی میکنن عرض کنم که ما توی لایوی که با دوستان بزرگواری داشتیم، آقای مهندس بهرام شهری و آقای نادری، به دوستان قول داده بودیم که در خصوص فرایند تولید کاشی اسلب یه اطلاعات جامع و مفیدی رو در اختیار شما بزرگواران قرار بدیم. این ویدیو صرفاً به خاطر این ضبط شده که اطلاعات کلی در مورد فرایند تولید کاشی اسلب و تفاوتش با کاشی معمولی و انواع دیگه کاشی که در بازار وجود داره رو براتون توضیح بدیم و کامل شما متوجه بشید که آقا وقتی ما از کاشی اسلب صحبت میکنیم منظورمون چه نوع کاشی هست و این کاشی چه تفاوت ها و شباهت هایی با انواع دیگر کاشی داره. خب چند ساله که کاشی اسلب به عنوان یک ترند یا برند جدیدی که به بازار وجود وارد شده جای خودش رو کامل باز کرده در بازار صنعت کاشی و سرامیک. در خصوص فرایند تولید کاشی اسلب باید این رو بگم که بخش های اولیه برای تولید کاشی اسلب مشابه بخش های دیگه کارخونه های کاشی نرمال هستش، یعنی اینطور نیستش که کل فرایند تولید ما یک فرایند متفاوتی باشه. مواد اولیه همون مواد اولیه کاشی های پورسلانی هستند که فلدسپار، کاولن، بالکلی، سیلیس و مواد اولیه دیگه هستند. اینها میرن داخل بالمیل، مخلوط میشن با هم دیگه به همراه آب و تبدیل میشن به یک دوغاب. این دوغاب که یک دوغاب همگن و یک نواخت میشه بعد از ساعتها چرخش در داخل بالمیل و سایش توسط گلوله هایی که در داخل بالمیل هست میره داخل اسپری درایر و تبدیل به گرانول میشه. این اسپری درایر هستش که شما تصویرش رو میبینید، یه مخزن بسیار بزرگ هستش. مشعل ها به دوغاب سرامیکی که همون تو بالمیل تشکیل شده بود میدمن و اینا رو تبدیل میکنن به همین پودری که الان شما میبینید، به صورت گرانول در میاد. فرایند شکل دهی ما در این مرحله مرحله متفاوتی است نسبت به پرسای نرمال و عمودی. در اینجا دستگاه شرکت سیستم رو میبینید که به صورت رولری فرایند پرس رو انجام میده و کاشی ما بین دو قلتک، بین دو رولر شکل داده میشه. یعنی در روش تولید کاشی اسلب دیگه از پرسای عمودی استفاده نمیشه و شکل دهی سیستم پرس های اسلب به صورت سیستم رولی هست. یعنی این مثلا این دستگاهی که الان میبینید مال مربوط به شرکت ساکمی هستش. گفتم سه تا شرکت هستن که الان تولید کننده اصلی ماشینالات کاشی اسلب هستن: شرکت سیستم، شرکت ساکمی و شرکت سی تی بی تی. اینا تنها شرکت هایی هستن که روش غیر پرس عمودی رو برای تولید کاشی اسلب در برنامهشون دارن و ماشین‌آلاتشون الان توی کارخونه ها مورد استفاده قرار میگیره. ضخامت کاشی های اسلب خب یکی از مزایای اونها هست. یعنی شما میتونید کاشی های اسلب با ضخامت 3 میلیمتر تا 20 میلیمتر رو در این سیستم داشته باشید. بعد از اینکه فرایند شکل دهیشون انجام گرفت و کاشی ها در بر اثر فشاری که رول ها یا سیستم قلتکی به شما به گرانول ها وارد میکنن کاشی شکل داده شد و شکل گرفت، کاشی ها باید برن داخل خط تولید و مراحل بعدی فرایند لعابزنی و دکوراسیون کاشی انجام بگیره. همونطور که میدونید ابعاد کاشی های اسلب از 120x240، 160x320 و سایز های بزرگ هستن. یعنی این کاشی ها نسبت به کاشی های نرمال ابعاد بسیار بزرگتری دارن و در نتیجه تمام تجهیزات مثل همین دستگاه چاپ دیجیتالی که مشاهده میکنید برای ایجاد تر روی سطح کاشی به کار برده میشه و همینطور دستگاه این یکی دستگاه چاپ دیجیتال که باز هم
برای دکوراسیون سطح کاشی به کار گرفته میشه، تمام اینا ابعاد بسیار بزرگتری دارن. یعنی کاشی های نرمال ما دیگه حد اکثر ابعادی که دارن 100 در 100ه، یعنی 100 سانتیمتر در 100 سانتیمتر، ولی اینا کوچکترین ابعاد یک ضلعشون 120 سانتیمتره. به خاطر همین تجهیزاتی که برای پختشون مثل این کوره به کار برده میشه شرایط متفاوت تری داره. یعنی هر تغییر، هر نوسان و هر مشکلی که در کوره به وجود بیاد، اگر در کاش به عنوان مثال یک کاشی معمولی حساسیتش 10 باشه، در این کاشی ها حساسیت 100ه، چون هم سطح کاشی وسیع تره، یعنی سطح بیشتری در تماس با حرارت هست، و همین که حساسیت به خاطر ضخامت پایین تر در برخی مواقع که کاشی ها بسیار نازک هستن خیلی خیلی شرایط بحرانی و حساس داره و کوچکترین تنشی نباید در طول فرایند تولیدش به کاشی وارد بشه. خدمتتون عرض کردم که کاشی های اسلم از نوع کاشی های پورسلانی هستند و لعابی که روی سطحشون هم میخوره لعاب کاشی پورسلانی هستش. الان یکی از کارمندا اینجا نشسته، نگاه کنید نقشش در کاخونه خیلی ستودنیه و واقعا نقش بسیار مهمی داره. یکی دیگه هم هستش، حالا بهتون نشون میدم توی ویدیو من این بر شاید این همون از یه زاویه دیگه گرفته شده. واقعا یک کارمند وظیفه شناس رو در خط تولید میبینید که کاملا داره به سیستم خط تولید نظارت میکنه. اینو خدمتون جهت مزاح گفتم. حالا به هر حال فرایند تولید رو عرض میکردم خدمتتون. فرایند تولید ما از جنس کاشی پورسلانی است. الان این نمونه ای از همین کاشی اسلبی که تولید شده رو توی تصویر میبینید و واقعا زیباییشون خیره کننده است. کاشی ها بعد از اینکه فرایند لعابزنیشون انجام شد، دکوراسیون انجام شد و چاپ دیجیتال تر روی سطح کاشی پیاده کرد، اینا میرن داخل کوره و در دمای حدود 1200 درجه سانتیگراد عملیات پخت و حرارت دهی روش انجام میشه. بعد از اینکه پخت انجام شد، کاشی ها میان و روی پالت های چیده میشن و بعد مراحل بعدی کار انجام میشه. اگر کاشی ما نیاز به پولیش داشته باشه، کاشی ها باید به خط پولیش منتقل بشن تا با استفاده از ابزارهای لازم برای پولیش کاشی سطح کاشی صیقلی بشه و درخشندگی و شاینی بودن سطح افزایش پیدا بکنه. الان توی همین دستگاه میبینید این ابزار سایه شما هستش که هم حرکت دورانی داره و هم حرکت افقی داره. کاشی وقتی که از زیرش عبور میکنه، ابزارهای سایش سطح رو کاملا پولیش میکنن و یک سطح کاملا شاینی و درخشان رو برای ما ایجاد میکنن. دقت داشته باشید کاشی هایی که پولیش میشن کاشی هایی هستن که به خاطر فرایند پولیش خیلی خیلی سطح زیبایی خواهند داشت، اما از نظر مقاومت سطحی کاشی هایی که پولیش میشن لکپذیری بالاتری نسبت به کاشی های مات دارن. این خاصیتی هستش که خب به هر حال طبیعت پولیش ایجاد میکنه. یعنی وقتی سطح رو پولیش میکنیم، ما ابزار پولیش استفاده میکنیم، یه مقدار خلل و فرج سطحی ما افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل ما شاهد این هستیم که یه مقدار لکپذیری کاشی و همینطور مقاومت سایشی کاشی نسبت به کاشی های مات کاهش پیدا میکنه. فرایند پولیش کاشی یکی از مهمترین مراحل و سختترین مراحل در تولید کاشی های پورسلانی است، چون اگر کوچکترین تابی در کاشی ما وجود داشته باشه، این باعث میشه که سطح ما به درستی پولیش نخوره. بعد از اینکه پولیش انجام شد، همونطور که در تصویر مشاهده میفرمایید، لبه های کار رکتی میشه، یعنی سایز بندی میشه و بعد دستگاهی که چند ثانیه قبل نشون داد پوشش نانو رو روی سطح کاشی اعمال میکنن تا یک مقدار افزایش مقاومت کاشی در مقابل گرد و غبار و همینطور آلودگی های سطحی رو داشته باشیم. بعد روی سطح کاشی سلفون و نایلون کشیده میشه تا کوچکترین خط و خشی قبل از مصرف کاشی به کاشی وارد نشه. در این مرحله بعد از اینکه کاشی ها با یه پوشش نایلونی
ظریف پوشونده شدن داخل جعبه های قرار داده میشن و منتقل میشن به قسمت های بعدی که بسته‌بندی روش انجام بشه و کاشی ها آماده بشن برای ارسال به بازار مصرف. الان نمونه هایی از انواع کاشی های پورسلانی اسلب رو میبینید. عرض کردم خدمتون جنس این کاشی ها جزو کاشی های پورسلانی هست و بهترین کیفیت رو از لحاظ کیفیت توی انواع کاشی داره. این کاشی ها قابلیت های مصرف فوق العاده بیشتری دارن، کاربرد هاشون بسیار بسیار گسترده تر شده نسبت به گذشته، ولی خب قطعا برای مصرف اونها و نصب اونها شما نیاز به ابزار و تجهیزات مناسب دارید. یعنی اگر کاشی های قدیمی رو شما با کاشی برهای کوچیک میتونستید برش بزنید، دیگه این اتفاق برای این نوع از کاشی ها نمیتونه بیفته و شما ناگزیر هستید که از ابزار و تجهیزات ویژه‌ای برای حمل و نقلش، برای برشش و برای جابجاییش استفاده بکنید و همه این تجهیزات نیازمند مهارت و همت دوستانی است که کار میکنند. برای نصب کاشی های اسلب یا سرامیک های اسلب باید از چسب مخصوص کاشی های پورسلانی انجام استفاده بشه، یعنی به هیچ عنوان شما نمیتونید از ابزارهای قدیمی استفاده کنید. حتما باید از ویبراتور استفاده بشه. در ویدیو دیدید ویبراتور باعث میشه که اگر قسمتی از کاشی به هر دلیلی تاب داشته باشه اون تاب گرفته بشه. با ابزارهای خاص میشه برش رو انجام داد، با ابزارهای خاص میشه فاصله بین دوتا کاشی رو تنظیم کرد و در نهایت شما حتما به یه میز کار بزرگ احتیاج دارید. برای فارسی بر کردن هم همونطور که میبینید به ابزارهای خاصی نیاز هست، چون دیگه سایز کوچیک نیست که بشه با دست این کار رو انجام داد و باید در نهایت کاملا دقت کرد تا بهترین متریال و بهترین ابزار برای نصب این کاشی به کار برده بشه تا کیفیتی که شما مد نظرتون است و یک کالای لوکس رو چون دارید خریداری میکنید قطعا باید برای نصبش هم هزینه بکنید و به اون بها بدید. تا این مطرح تولید کننده کاشی و سرامیک در دنیا بالاخص به عنوان پیش قدم شرکت های ایتالیایی و اسپانیایی برای تولید کاشی اسلب در کارخونه هاشون پیش قدم شدن، یعنی اولین شرکت هایی که این نوع محصول رو به بازار عرضه کردن شرکت های ایتالیایی و اسپانیایی بودن و بعد شرکت های ترکیهی، شرکت های برزیلی و چینی و شرکت های دیگه و یکی از کارخونه هم که در ایران به تولید کاشی اسلب هنوز الان رسیده اقدام به تولید کاشی اسلب کردن. همینطور تو کشور هند هم چندین و چند خط هستش. اگه بخوایم لحاظ حجم تولید الان بخوایم بررسی کنیم، خب الان چین پیشتازه از لحاظ میزان تولید، ولی از لحاظ قدمت و تاریخچه کاشی اسلب بخوایم توضیح بدیم خدمتتون، اولین کشورها هم کشورهای ایتالیا و اسپانیا بودن.